تهران در 24 ساعت اخیر آرامش نداشته، بارها لرزیده، دو نوبت دست کم زلزله بالای 4 ریشتر و این قرار را از مردم گرفته، همه نگران زلزله بزرگند. و اما در منطقه خاورمیانه داره اتفاقاتی رخ میده که نشون میده پاره از قدرت‌های منطقه‌ای دارند فرش از زیر پای جمهوری اسلامی بیرون میکشن، اونم در منطقه در ترکیه، در سوریه. ارتش ترکیه که وارد جرابلس شده، جرابلس رو اشغال کرده، شهری متعلق به سوریه که امروز در اختیار ارتش آقای رجب طیب اردوغان، تو مدارس ما گیرید عکس‌های اردوغان رو روی در و دیوار می‌بینید، بیمارستان شهر هم می‌بینید، یک تصویر بزرگی از آقای اردوغان رو آویز کردن در این بیمارستان. و اطبام همه ترکن، در مدارس هم که اجباری شده تدریس زبان ترکی. این یک قلم. امروز آقای اردوغان سخنی گفته که نشون میده طرحهایی وجود داره برای اینکه کل سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی در اون منطقه خونسا بشه. چی گفت آقای اردوغان امروز؟ بشار اسد رو یک تروریست معرفی کرد. بشار اسد رو، یعنی کاملا 180 درجه دوباره چرخش در سیاست های ترکیه نسبت به سوریه، اونم بعد از توافقاتی که با آقای ولادیمیر پوتین داشته و چندین نوبت دیدار با پوتین. و اعلام کرد تا زمانی که بشار اسد تروریست در رأس قدرت، امکان بازسازی سوریه وجود ندارد. بنابراین ترک‌ها حاضر نیستن تا یک لیره سرمایه‌گذاری کنن برای بازسازی سوریه تا زمانی که بشار در رأس هرم قدرت. این حادثه مهمی است و سخنرانی آقای اردوغان نشون میده که او کاملا سیاست خودش رو در قبال سوریه تغییر داده. اینا به جمهوری اسلامی خیلی نزدیک شده بودن، ببینید بعد از این سفرهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی از جمله ظریف و آقای حسن روحانی، و تصور می‌رفت که جمهوری اسلامی با ترکیه به توافقاتی بر سر سوریه رسته. آقای اردوغان امروز آب پاکی روی دست سران جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه ای و سیاست رسمی ترکیه رو در قبال بشار اسد اعلام کرد. حوادث مهمی است. اما روزنامه دیبلت هم، یعنی نشریه دیبلت، مقاله ای داره از ستون نویسش درباره پناهجویانی که کشورهای اروپایی رفتن و سعی میکنن قوانین خاورمیانه رو با خودشون به اروپا حمل بکنن. میگه این ممکن نیست، ما تکلیف خودمون در این زمینه روشن بکنیم. اسکاندیناوی تکلیف خودش روشن کرده، دارن دروازه ها رو به روی پناهجویان و مهاجران میبندن. تجربه چندین دهه نتیجه نداد. اینا تصور میکردن با ایجاد هماهنگی های فرهنگی و پذیرش مهاجر میتونن هم خلاقیت های اقتصادی رو افزایش بدن، هم مناسبات خودشون رو در دوره جهانی شدن اقتصاد گسترش بدن. نتیجه نداده، هم میان نتیجه معکوس داده. اتریش هم که تکلیف خودش رو، وضعیت خودش رو کاملا سوا کرد از اتحادیه اروپا، قوانین ویژه‌ای در مورد پناهجویان اعمال میشن تو اروپای شرق. برنامه امروز با کی هستیم؟ ما شخصیت صاحب نظر آقای دکتر رضا تغییرزاده عزیز. دکتر تغییرزاده استاد علوم ارتباطات بین الملل در گلاسکو اسکاتلند. دکتر تغییرزاده درود بر شما. سلام به شما آقای میبودی، درود به شما و به بینندگان شما. آقای میبودی امسال روزهای آخر رو داره طی میکنه و شاید جا داره قبل از اینکه به بحث امروز بپردازیم تشکری بکنیم برای کسانی که این چراغ رو برای شما و من روشن نگه داشتن تا شما مجالی داشته باشید برای اداره این برنامه. بیشتر این تشکر باید متوجه شما باشه. همینطور سارا بانوی ایرانی، به نوعی شاید مصداق این حرفی که پشت هر مرد فعالی یک دست بانوی فعالتر شاید وجود داره و بایستی قدردانی کرد از کمکایی که سارا بانو به این برنامه کردن و حضور پنهان ایشون در برنامه یاران، همینطور همه شهرتی که صادقانه کار میکنه. و همینطور یادآوری بکنم آقای شجره رو که در هر حال نگه داشتن و هزینه کردن برای یک شبکه‌ای
نظیر پارس. با همه خوبی ها و بدی ها، سختی ها و دشواری ها، کار آسانی نیست. در این پایان سال مسیحی بایستی از آقای شجره هم به خاطر روشن نگه داشتن این چراغ تشکر کرد. سپاسگزار از اینکه یادآوری کردی، کاملا درست. ممنونم. منم از سارا ایرانی عزیز خیلی سپاسگزارم. از امیر شهرتی تشکر، تمام سال با ما بوده، در نهایت صمیمیت و صداقت کارشون انجام داد. تلویزیون پاس و سپاس از مهندس شجره، به هر حال این تلویزیون رو سرپا نگه داشته. و ممنون از تمام کسانی که با حمایت‌های خودشون و دادن آگهی به تلویزیون پارس، حمایت‌های مالی، این تلویزیون رو واقعا به عنوان تلویزیون ملی سرپا نگه داشتن. این تجربه خیلی گرانه، خیلی فوق‌العاده است و خوشبختانه تلویزیون شمار بینندگانش در ایران بر پایه آمار رسمی که خود دستگاه نهادهای دولتی آمریکا دادن و آقای محمودی به آقای دکتر محمودی داد و به آقای شجره، خب رقم 12 یا 12 درصد بیننده ماهواره‌ای در ایران خیلی حائز اهمیت. و تلویزیون با این بودجه اندک و کم، تلویزیونی هم از 70 میلیون دلار بودجهش 2% مخاطبانش الان فقط 2% مجموعه بینندگان تلویزیون های ماهواره است. خب آقای دکتر تقی‌زاده عزیز، سپاس از خود شما، ممنونم در همه این سالها با ما بودید. همینم در این وارد سال 2018 میشیم. در سال 2017 اتفاقاتی رخ دادی که قطعا و حتما باید منتظر نتایجش در سال جدید باشیم. در سال 2018، سال 2018 سال انتقال، نقل و انتقال های بزرگی در جهان، نه فقط در خاورمیانه، جهان. البته بیشترین تمرکز روی خاورمیانه است. دو تقی‌زاده، چند روزی زمزمه به اصطلاح به کارگیری یک استراتژی در منطقه خاورمیانه مطرحه، به طور جد مطرحه، و اون اینی که میگن برای جلوگیری از نفوذ جمهوری اسلامی در خاورمیانه بهترین راه تغییرات جغرافی، جابجایی های جغرافیایی در خاورمیانه. یعنی چی؟ یقینا تغییر مرزهاست. ولی اجازه بدید بعد از این پاسخ کوتاه من به پرسش شما آقای میبودی، بحث رو از نقطه ای که مورد نظرم بود شروع بکنم. اول من یک اعتراف دارم، برای اینکه بحثی که شروع میکنم یه مقدار بیشباهت در آغاز حداقل به مباحثی که جلسات قبل با هم داشتیم. و اعتراف این است که با وجودی که شما هر از گاهی فشار میاری من یه شعری بخونم و من شونه خالی میکنم یا کدام کتاب خوندی اعتراف نمی کنم و غیره، حالا بگم که شعر خوندن رو و شنیدن شعر خوب رو، خوندن شعر خوب رو دوست دارم و یکی از قبطه هایی که می خورم این است که وقت کافی برای لذت بردن از خوندن شعر ندارم و مثل از هر دبیرستانی دیگری من هم زبان دبیرستان شعر می گفتم یا اون چیزی که به اسم شعر هست ولی در باطن واقعا قابل اطلاق به شعر نیست. موزیک رو اندکی دوست دارم، فیلم سینمایی رو زیاد دوست دارم و گفته امروزم در ارتباط با یکی از فیلم‌های خوبی است که در شروع دهه 90 دیدم، به احتمال قریب یقین فکر می‌کنم آقای میبودی شما هم اون فیلم رو دیدی. اسم فیلم هست Trading Places. شاید ظاهر اسم فیلم یه مقداری گمراه کننده است ولی مفهوم این اسم این است که جابجایی یا معامله کردن شغل دو نفر یا به جابجا کردن شغل دو نفر، منظور محل تجارت غیر اینها نیست. داستان قضیه داستان دو برادر ثروتمنده که من وقتی این فیلمو میدیدم یاد دو برادری افتادم که یک بار در این برنامه از اونها یاد کردم، دو برادر کلیمی که در تهران یک مفروشی داشتن و شبهای جمعه برای تفریح به کازینوی آبلی میرفتن و هر کدامشون یک 10 تومانی، یکی در خانه سیاه میگذاشت، یکی در خانه قرمز. بنابراین شانس باختنشون خیلی کم بود ولی فرصت استفاده از ساندویج و نوشابه مجانی کازینوی آبلی وجود داشت. آبلی فکر میکنم قدیمی ترین کازینوی ایران بود و شاید کوچکترین اون بود. این دو برادر آمریکایی هستند که در نیویورک کار تجاری میکنن، بانکداری میکنن، سهام میخرن میفروشن و یک کارگزار دارن که به اونها خیلی نزدیکه. یک روز این دو برادر با هم بحث دارن، یه بحث تحلیلی دارن، میگن این آدم هایی که مطرح میشن یا اون چیزی که دارن صاحب میشن آیا به دلیل وضعیت محیطی اونهاست
مثلا این سوال بپرسیم که بیل گیت اگر در آفریقا بود یا در آمریکا نبود، آیا هرگز بیل گیت میشد؟ حتی که در فرانسه بود، شرایط محیطی است و فرصت هایی که برای اونها فراهم میشه اینها رو میسازه و به اون چه که دست پیدا میکنن دست پیدا میکنن. یا اینکه در خمیره اونها هم چیزی هست و اون چه که دیگران به اونها میدن و به ارث میبرن و دریافت شخصی میکنن بعد اونها رو توسعه میدن. و برای اینکه اثبات بکنن کدوم یکی از این دو نظریه درست تری است، یک دلار با هم شرط میبندن، مثل دو برادر کلیمی که اگر که شرط و کسی میباختم برنده اون پول رو در دارایی مشترک میگذاش. اینها با هم جمع المال بودن، دو برادر بانکدار سرمایه‌دار آمریکایی در داستان. داستان الهام گرفته از قصه شاهزاده و گدای مارک تواین، نویسنده قرن 19 که شما هم اون رو حتما فیلمش رو دیدید و قطعا کتابش رو خوندید، کتاب معروفی است که شاهزاده و گدا دو خردسال جای خودشون رو عوض میکنن و زندگی متفاوتی پیدا میکنن، به این علت که محیط زندگی اونها تغییر میکنه یا تاثیرپذیری دیگری پیدا میکنن از محیط. و به هر حال داستان میگرده به دنبال آرتیست یا هنرپیشه اول این فیلم، ادی مرفی است که نقش گدا رو بازی میکنه که در حقیقت به قول آمریکایی ها کانمنه، گدای حقه بازه، روی یک چرخی میشینه که چهار بولبرینگ اون رو هول میده روی یک تخته، تخته‌ای که چهار چرخ بهش است و تظاهر میکنه که لمس پا نداره و تظاهر میکنه که به پوره و این رورک رو جلوی این جاهای به اصطلاح پر رفت آمد هول میداد و تکدی میکرد، از مردم پول میگرفت. و این دو برادر این مرد رو میشناختن و قصه این است که به دنبال این بودن که از وضعیت این مرد استفاده بکنن، مردی که در دستگاه خودشون کار میکرد و به اونها نزدیک بود، در حقیقت کارگزار خرید و فروش سهام اونها بود، زندگی بسیار مرفعی داشت، برای خودش یک باتلر داشت یا خدمتکار مرد داشت، سونای خصوصی داشت، پیشخدمت خاص خودش رو داشت، کارتهای اعتباری با قدرت هزینه کردن بی انتها داشت، خلاصه از تمام مزایای مادی زندگی استفاده میکرد. در مقابل شاید استعداد چندانی هم نداشت، مرد سیاه‌پوستی بود که روی اون چرخ بالبرینگی تخت چرخ می‌نشست روی خیابون و تکدی می‌کرد. به هر حال اینها مقدمات کار رو فراهم می‌کنن و در یک زمان هم آقای ادی مارفی رو از خیابون دو تا پلیس جمع می‌کنن و این صحنه یکی از صحنه‌هایی است که حرف ادی مرفی رو بعداً تکرار میکردن، وقتی که دوتا پلیس او رو از جا بلند میکنن این پاهاش آویزون میشه و چشماش رو باز میکنه و میگه که I have feet, I have eyes, I can see, من پا دارم، چشم دارم، من میتونم راه برم. و کشان کشان این مردی که تا اون موقع متظاهر به لمس بودن و پور بودن بود میبرنش به زندان. در بند دیگری آقایی رو که کارگزار این دو برادر ثروتمند بود میبرن، به جرم دزدی او رو متهم میکنن در یک جلسه ای که اینها دور هم نشسته بودن برای بررسی خرید فروش سهام و غیره، و بعد او متهم میشه به دزدی و به همین جرم به زندان میره. و پیشتر از بردن او به زندان تمهید میکنن که یک خانوم تنفروشی رو، لذت فروشی رو که او بعداً به این آدم پناه بده. در انتها به هر حال جای این دوتا با هم عوض میشه، ادی مرفی رو میبرن به دم و دستگاه خودشون، حمام میکنن، همون باتلر رو میگمارن که از این پذیرایی بکنه، لباس فاخر بهش میفروشن و دقیقاً همه اون کارهایی که مرد قبلی انجام میداد، این مرد بی سوادی که هیچ سابقه ای در خرید و فروش سهم و کالا و غیر ذلک نداشت انجام میده و اونها هم ثروت و دولت و مکنتی که داشتن به همون صورت ادامه میدن. ما مسئله این است که از یک آدم کوچکی یک آدم بزرگی میسازن، در اندازه ی آدم بزرگی که کارگزار اونها بود و پیش اونها کار میکرد. امروزه آقای میبودی وقتی طبیعت دنیا عوض شده، طبیعت جنگ و حتی
اقتصاد عوض شده، طبیعت سیاست عوض شده، تبدیل کردن آدم های کم وزن به آدم های بزرگتر، ساختن چهره از آدم هایی که فاقد چهره، حتی فاقد قابلیت چهره شدن بودن، خیلی آسون شده. و یکی از شاید مزیت های منفی رسانه های اجتماعی است، جایی که شما برای مثلا گرفتن چند صد هزار بیننده دچار مشکل هستید، آدم های خیلی کوچکی با هزینه های اندک ولی یک ثروت دیگه، یعنی یا گرفتن اطلاعات دروغ یا پخش اطلاعات دروغ یا استفاده از جنبه هیجان پذیری جامعه، تبدیل به چهره های خبرساز روز میشن. در این مورد البته وضعیت امروز رسانه ها کمک کرده که تغییری که از دو سه سال پیش و شاید اندک بیشتر در داخل جمهوری اسلامی سازمان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی پیش می بردن با یک هدف محدود، حالا ابعاد بسیار بسیار بزرگتری پیدا کنه. یک موقع این فکر بود که عده‌ای را از درون جمهوری اسلامی به بیرون ببرن و از اینها چهره سیاسی بسازن و بعد شاید چون اینها انقلابی بودن و انقلاب زده بودن بتونن نقشی در رهبری سیاسی جامعه فردا ایفا بکنن و تلفیقی باشه از انقلاب زده ها و کسانی که مخالف وضع موجود و موافق گذشته ایران بودن. ولی چند مهره‌ای که به این ترتیب از ایران خارج شدن هیچ کدام کارساز نشدن و قواره این کار رو نداشتن و یکی از عوامل تأسف این بود که به دوران اوباما خوردن و دوران اوباما این طرح رو عملا خونسا کرد یا نگذاشت این آدم ها بال بگیرن، پر بگیرن یا به اونها بال و پر داده بشه. برای اینکه همونطور که گفتم از هر چیزی هر کسی این روزها میشه کسی سا. جمهوری اسلامی هم همزمان طرحی داشت کنار این طرحی که شاید از خارج هدایت میشد در داخل، که گروه های اپوزیسیون رو درونشون نفوذ بکنه، اونها رو تخریب بکنه، جلوی همبستگی اونها رو بگیره، جلوی اتفاق نظر اونها رو بگیره و از هر عاملی استفاده میکرد. گفته میشه، این رو من هیچ سندی ندارم برای اثبات دقیقش، ولی گفته میشه ده ها نفر از عوامل جمهوری اسلامی که تعداد زیادی از اونها سابقه زندان بودن هم دارن، با نیت خاص به صورت رسمی به صورت قانونی از فرودگاه های ایران خارج شدن و بعد از خروج از ایران با داشتن سابقه سیاسی و فعالیت سیاسی و سابقه زندان خارج از ایران، حالا این بار به ظاهر علیه جمهوری اسلامی وارد عمل و فعالیت شدن. در زمانی که حالا رسانه های اجتماعی مثل تلگراف، نمیدونم تلگرام، فیسبوک و همینطور داشتن شبکه های تلویزیونی اینترنتی، استفاده از یوتیوب خیلی مد روز شده و استفاده از اونها آسون، پخش خبر و اطلاعات به خصوص در موج هایی که درست میشه کمک کرده به این چهره هایی که عملا جمهوری اسلامی به خارج فرستاده یا از جمهوری اسلامی به خارج رفتن و این بار در دام سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای همسایه قرار گرفتن. پیشتر مد بود که انگلیس‌ها این آدم‌ها رو شکار بکنن، مد بود که سازمان CIA اینها رو شکار بکنه، ولی الان کشورهایی مثل اسرائیل، مثل عربستان و حتی ترکیه که حالا سیاست خارجی بسیار فعالی در منطقه داره به این بازی داخل شده و سرمایه های سنگینی رو هم میگذارن. وقتی من صحبت سرمایه سنگین میکنم، صحبت مثلا ده ها میلیون دلار سرمایه گذاری در ایجاد این رسانه ها یا هر کدام از این ها هست. یعنی با الان دارید به موضوع میگید، به آدم خاصی هم دارید فکر میکنید؟ یعنی کسی در نظر نه واقعا آره، حالا شاید تعدادی از اینها اسمشون به خاطرم بیاد و من یادآوری اسامیشون هم بکنم. یعنی ما که مثل جمهوری اسلامی نیستیم، میگه آقای الف ر در دادگاه گفت و شین جیم جوابش رو داد و غیر ذلک، نه اینجا اسامی رو عنوان میکنیم اگر که اونجا کسانی بودن. آقای میبودی مثلا من یادم هست دو سال پیش در رادیوی در تلویزیون، یکی از تلویزیونهای واشنگتن برنامه پخش میکنه، مصاحبه داشتم و همونجا فهمیدم طرفی که با من صحبت میکنه یک کسی به اسم پیمان عارف که این آدم رو به عنوان متخصص ترکیه معرفی کردن و بعد توی بی بی سی دیدم لاقل چهار مجری اصلی خبر بی بی سی از این آدم به عنوان تحلیلگر سیاسی متخصص امور ترکیه یاد میکنه و بعد این آدمی است که دوره دانشجویی رو در ایران گذرونده
در تظاهرات سال 88 دستگیر شده، به زندان جمهوری اسلامی رفته، بعد از گذران یک دورانی در زندان، دوران نه چندان طولانی، کوتاه، به صورت قانونی از فرودگاه خارج شده و اون با زنش حالا متهم هستند که برای سازمان اطلاعات ترکیه میت کار میکنن و اونها چهره ساختن و چهره شدنشون نتیجه دادن میدانی است در رسانه ها به اونها. حالا این میدان رو چطوری میشه برای اونها فراهم کرد؟ مثلا پیمان عارف رو چطور میشه به بی بی سی فروخت و چطور میشه مکرر از این آدم در تلویزیون استفاده کرد؟ آیا واقعا تصادفی است این کار یا آدمی که اصلا مایه علمی نداره، سواد نداره، دانش نداره، تحقیقی نداشته، کار گروهی نکرده و در بهترین شرایط مثلا در ستاد تبلیغات رئیس جمهوری قاسم شعله سعدی کار میکرد؟ این بزرگترین خدمت سیاسیش. خب چطور میشه این آدم توی بی بی سی مثلا در ده ها برنامه بیاد و چهار خبرخون اصلی از این آدم به عنوان متخصص یاد بکنن؟ خب این سوال برانگیزه. معلومه که عواملی در دستگاه، عوامل نفوذی در رسانه ها این هدایت رو صورت میدن. نظیر او تنها نیست، کسایی هستن، یه جوانکی به اسم امید دانا بوده، او هم در همین تظاهرات خیابانی دستگیر شده، یا اخیراً اسم کسی دیگه سر زبون‌ها زیاد افتاده به اسم روح الله زم که پدر او رو میدونید از آخوندهایی است که خیلی جنجالی است، فیلم سینمایی میساخته، یک کانون سینمایی هم داشته و حالا ظاهراً میگن صدها هزار نفر به مصاحبه‌هایی که او میکنن یا برنامه‌هایی که به عنوان افشای خبر پخش میکنه گوش میکنن و جمهوری اسلامی بیشتر کمک میکنه به باد زدن خبری آدم‌های بی‌وزنی مثل این آدم که شما وقتی حتی صحبتش میشنوید میبینید واقعا پشت این چهره هیچ چیزی نیست، از وترین یک مغازه هم خالی‌تره، یعنی کاملاً دو بعدی است. بنابراین نشون داده میشه این آدمی که مثلا از جزئیات قتل هاشمی رفسنجانی صحبت میکنه از یک جایی بو مطلب میدن، یک جوری او رو تغذیه میکنن. حالا ای کاش این تغذیه در مورد یک درش مهره صورت میگیره، یا آدمی که توی رسانه ها سابقه داشته، فعالیت کرده، کتاب خونده، 20 سال سابقه، 40 سال سابقه روزنامه نویسی داره و میفهمه چی میگیره، ولی این آدم حتی اون چیزی که بهش میدن نمیفهمه. تنها سندهایی که قابل اعتناست بررسی اونها سندهایی است که به صورت کتبی به اون میدن و او به اسم خودش منتشر میکنه. برای اینکه در همین مصاحبه هاش هم من دو تا از اونها رو دیدم. علت اینکه این مطالب رو من میگم، یکی از علتاش آقای می بودی غیر از پایان سال بودن این است که من واقعا در جایی به یک نکته‌ای برخوردم در مورد نحوه مردن یا کشته شدن یا قتل هاشمی رفسنجانی و در این مورد مقدار مطالعه میکنم، مطالعه کردم، شاید حالا یه روزی هم تونستیم ما هم دیگه صحبت بکنیم. این که میگم مطالعه میکنم، مطالعه من فرق میکنه با آدمهای دیگری که دستی به همه اسناد محرمانه دارن. من امکاناتم خیلی محدوده، هیچ سازمان اطلاعاتی خارجی هم به من خبر یا مطلب خاصی رو نمیده، نمیخوام هم بدم. مطالبی که استفاده میکنم یقینا مطالب منابع دست اول نیست، ولی یک موقع شما به عنوان یک جستجوگر به دنبال یک پازل میرید، به دنبال یک معمایی میرید، به دنبال یک تصویر شکسته یا جیکسایی میرید که قطعات کوچکی داره، این قطعات کوچک همه جا پراکندن، ولی جمع کردن اونها، قرار دادن اونها کنار هم دیگه، اون وقت این تصویر رو درست میکنه. این تصویر رو کسی درست میکنه که وقت میگذاره و این جزئیات رو پیدا میکنه، کنار همدیگه قرار میده. در مورد هاشمی رفسنجانی هم واقعا در وضعیت کنونی حتی سازمانهای اطلاعاتی خارج از کشور هم اطلاعات دقیق ندارن، مگر اگر سازمانی بوده که در این کار دست داشته. آیا این یک تلفیق طرح خارجی است با عواملش در سیستم های اطلاعاتی جمهوری اسلامی که شما رو اونها کم نیست؟ واقعا یک مجموعه بزرگی از نظر تعداد سازمان‌های اطلاعاتی ایران رو تشکیل میدن که یقیناً همونطور که این سازمان‌ها خارج از ایران عوامل نفوذی دارن، درون خود این سازمان‌ها هم عوامل نفوذی سازمان‌های اطلاعاتی دیگری هست. اونچه که نظر من رو به قتل یا کشته شدن یا مرگ هاشمی، چون الان نمیخوام نتیجه گیری بکنم، رفسنجانی جلب کرد، دست عوامل روسیه بود در طرح چنین، در اجرای چنین طرحی، اگر چنین طرحی هست. به هر حال وقتی به اطلاعات متفاوت در مورد نحوه از صحنه خارج شدن
هاشمی رفسنجانی میپرداختم، به یک مجموعه بزرگتری برخوردم از عواملی که حالا مثل اختاپوس هم در درون خودشون یک جنگ رو شروع کردن، هم در رابطه با جمهوری اسلامی یک جنگ رو شروع کردن و هم در رابطه با اپوزیسیون یک جنگ رو شروع کردن. مثلا یک روز میبینیم که این روح الله زن با آقای همین پیمان عارف با یک کسی دیگری به اسم بابک جلالی یا یک کسی دیگری مثل احمد شمس، اینها در یک کاسه هستن، میرن در ترکیه، میرن در کنار سازمان اطلاعاتی ترکیه یک سایت خبری درست میکنن و بعد از یک سال میبینیم که بازی کاملا به هم میخوره. ظاهرا پیداست که یک سازمان دیگری مثلا از عربستان سعودی دو نفر دیگه از اینها رو برده، هزینه دیگری رو تامین کرده، سایت دیگری رو درست کرده و دست اینها رو جای دیگری بند کرده و اینا حالا به جون هم دیگه میافتن. و در این به جون هم افتادن اسناد و مدارکیه که با سوابق طرف مقابل مربوطه افشا میکنن و یک سازمان دیگری هم در داخل کشور شروع میکنه به نفی مجموعه اونها. ولی نکته ای که آقای میبودی خیلی جذابه این است که همین سازمان های اطلاعاتی داخلی کشور وقتی برای نفی این مجموعه ای که بخشی از اونها متعلق به خودشون اسناد و مدارک منتشر میکنن دست خودشون رو هم لو میدن. مقدار زیادی از اطلاعات سازمانی درون جمهوری اسلامی از طریق ظاهرا افشای اسنادی صورت میگیره که سازمان‌های خبری وابسته به این نهادها به عنوان منکوب کردن طرف مقابل نشر دادن. مثلا خبرگزاری فارس در حدود 10 مقاله مختلف رو به صورت مسلسل در طول همین هفته‌های اخیر انتشار داده در نفی زن و یک سایت خبری به اسم آمد نیوز که ظاهرا میگن چند صد هزار بیننده داره این سایت. و وقتی این اطلاعات رو انتشار میدن، ضمن انتشار این اطلاعات مقدار زیادی از روابطی که این آدم در داخل کشور داشته، ماجرایی که در زندان گذرونده، عواملی که هم پیمانان و همکارهای او داشتن و در کنار منکوب کردن یک چهره مثل این آقای روح الله زم اطلاعات به خارج میدن. آیا این اطلاعات درزش به خارج واقعا تصادفی است یا اینکه درز این اطلاعات که واقعا به لجنمال کردن بیشتر و بیشتر جمهوری اسلامی میانجامه سازمان داده شده است، هدایت شده است و بخشی از جنگ روانی است که حالا حتی عوامل جمهوری اسلامی رو هم در یک شرایط انتقالی به خودش مشغول کرده. واکنشی که امروز علی خامنه ای داشت واکنش بسیار بسیار تندی بود. بعد از یک هفته یا 10 روز سکوت امروز واکنش تندی به حرفها و اعمال آقای احمدی نژاد نشون داد و این واکنشی که به احمدی نژاد نشون داد بدون اسم بردن از او حتی به عوامل دولت کسانی مثل نوبخت هم برمیخورد که شما کوتاه بیاید، این حرفها رو مطرح نکنید، شما خودتون مسئول بودین، امکانات در اختیارتونه. ولی این مردک فراموش میکنه یا این امکانات رئیس کلش خود اوست که همه این امکانات در اختیار داشته و امروز داره و مردم جز نارضایتی واقعا چیزی احساس نمیکنن، به جز ترس چیزی احساس نمیکنن و حتی ترس از زلزله به مجموعه ترس از گرسنگی، ترس از زندان، ترس از فقر امروز افسوده شده و اینچه که امروز مردم ایران واقعا ازش رنج میبرن آمیزه ای از ترسهای مختلفه که امروز علی خامنه‌ای خودش اصلا عامل این قضیه نمیدونه. ولی به هر حال در یک شرایط انتقالی که بخشی از اون میتونه مرتبط به با حضور خود علی خامنه‌ای و در حقیقت عدم حضور خامنه‌ای در اریکه قدرت باشه مربوط باشه و جنگ قدرتی که در داخل صورت گرفته و جنگ قدرتی که در منطقه و کشورهای بزرگ برای پیدا کردن جای پا در ایران درگیر اون شدن. ایران یک کشور استراتژیکی بسیار با اهمیته، کشور بسیار بزرگه و یقینا کشوری مثل روسیه ایران براش به مراتب با اهمیت تره تا کشور کوچکی مثل سوریه. او میخواد در قیاب علی خامنه ای جای پای مستحکمی در ایران داشته باشه و این جای پا حفظ بشه، بنابراین هزینه های متعددی رو هم میتونن تحمل بکنن. برای ترکیه مهمه که رابطه دوستانه با ایران داشته باشه، 30 میلیون متر مکعب گاز دریافت میکنه، نفتش از ایران تامین میشه، بازار تجاریش ایران هست و عربستان سعودی براش ایران بسیار با اهمیته برای اینکه بزرگترین تهدید منطقه‌ای
الان ایران براش به شمار میره و براش مهمه که بعد از تغییر وضعیت، وضعیتی که جمهوری اسلامی با حکومت بعدی ایران با عربستان داره، وضعیت متناسب تری باشه. بنابراین این مجموعه در داخل و خارج یک جنگ قریبی رو در هفته‌ها روزهای هفته‌های پایانی به اوج رسوند و حالا در روزهای پایانی ادامه میده. سال آینده آقای میبودی سال به اوج بالاتری رسیدن این برخورد هاست و ما باید انتظار تحولاتی رو در ایران داشته باشیم، تحولاتی که بقای امروز ایران نمادهای روشن رسیدن به اون هاست. تشکر میکنم آقای دکتر تقی‌زاده. بنابراین همینان و پایه تعبیر و تفسیر آقای تقی‌زاده باید در انتظار جابجایی های مهمی باشیم در سال 2018، سالی که در آستانش هستیم. دوزیار ایویدان میره برای همیشه دیگه بر نمیگرده، ولی ریشه های وقایعی که در سال 2018 رخ میده قطعا در این سال، بسیاریش در همین سال ما قوام پیدا کرد، در همین سال قوام. ایرانی های که مملکت و میهنشون رو دوست دارند، به نظر من باید بر پایه فراخان، این فراخان رو کی میده؟ خیلی هستند شخصیت های منزه و برجسته ای که ما امروز در خارج از کشور، شما رو زیادی در داخل کشور داریم، و تمام ایرانی ها رو دعوت بکنه به اینکه همسو با هم در کنار هم بنشینن درباره ایران فکر بکنن. حالا یا بر پایه نشست کنفرانس بزرگ جهانی است، هرچه ایجاد کمیسیون ها، سو کمیسیون ها و متخصصان مختلف میشه درباره آینده ایران فکر بکنن، اندیشه بکنن. اینکه امروز سوریه با چشمش به ترکیه باشه برای بازسازی این مملکت یا به پاهای پوتین باشه، نشون میده که چه وضعیت هراسناکی پاره از کشورهای خاورمیانه پیدا کردن. ما خوشبختانه ثروت انسانیش رو داریم، ظرفیتش وجود داره، بین 200 تا 400 هزار نیروی متخصص در خارج از کشور داریم که به کار ایران آینده میان. یعنی ایران باید از وجودشون استفاده بکنه، حتی شده ایران باید داوطلب بشه برای خدمت در مملکتشون. خیلی میتونن نقش مهمی داشته باشن در اینکه روند و فرایند بازسازی سریعاً و با شتاب انجام بشه. متاسفانه وضعیتی پدید آمد، گروه های اصلاح طلب در طی این سالها تاریخ ما رو معطل نگه داشتن. در رأسش آقای روحانی بود، آقای خاتمی بود، بعد آقای روحانی و در دسته آقای هاشمی رفسنجانی. اینا بزرگترین و سنگین ترین گناه بر شانه‌شون، معطل گذاشتن میهن مملکت ما رو. و شماری هم در خارج از کشور بودن که از اونها حمایت میکردن و تصور میکردن که میشه در ایران اصلاحات رو پیاده کرد. نه، شدنی نیست. ما تایه بمبستیم، بینی ما به دیواره بمبست داره برخورد کرده دیگه، داریم لمس میکنیم. تنها راه گذشتن این که دیواره باید خراب کرد، ما باید از این بمبست دو سری بیرون بیایم. و این به تلاش همه جانبه فرزندان ارجمند و ستودنی ایران نیازمند. تشکر میکنم از آقای تقی‌زاده عزیز. از بازار آگهی ها عبور میکنیم، بعد من میگردیم هم البته سخنرانی که آقای دکتر تقی‌زاده فرمودن تا که خودشون هم گفتن سند و مدرکی در این بارها وجود نداره، ولی میشه از لابلای خطوط چیزهایی رو، خب مثلا آدمایی که در این زمین ها تجربه دارن، او دهه ها مطالعه کردن، کار کردن و جنس کلام رو میشناسن، میدونی کلام از کجا آمده، چطور صادر شده. خیلی مهمه، وگرنه نه سندی وجود داره نه مدرکی در این زمین ها. ولی پدیده هایی ما برخورد کردیم بهش در طی این سالیان اخیر، به ویژه در دوره پرزیدنت اوباما و بعد از اون، که خب نشون دهنده غریب بودنش دست کم با جنس تفکر ایرانیانی است که به تبعید آمدند و ناچار شدند زندگی خودشون دور از ایران بگذرونن، اما بام تا شام دارن با اون میهن و با اون سرزمین فکر میکنن. عیارش خلاصه و عیامه، عیار کلمات متفاوته با عیار تفکر کسانی که ایران رو دوست دارن از ته دل و واقعا هم دلشون میخواد که مملکت راه صلاح رو طی کنه و به یه آینده درخشان دسترسی پیدا کنه. و مفید خط شماره یک. درود بر شما، بفرمایید.
شماره تلفن هم بس صفحه تلفن بفرمایید قربان. درود بر بابن هستی؟ بله قربان، با عزت عالی، بفرمایید. درود بر شما آقای مهبودی، درود بر تقی‌زاده. دکتر تقی‌زاده، درباره تحریمی که دولت ترامپ ادمنستریشن روی جمهوری اسلامی برای سپاه پاسداران گذاشتن در حدود 3 ماه پیش الان فکر کنم گذشته، آیا اجرای این شروع شده و یا الان در کجا مرحله ما قرار داریم؟ ممنونم. سپاسگزارم دکتر تقی‌زاده، بفرمایید. تبعیض وزارت خزانه داری آمریکا اجرای تحریم ها رو آغاز کرده، ولی طرحی که در کنگره آمریکا مطرحه از تصویب مجلس نمایندگان گذشته باید در سنا بگذره و بعد از گذشتن از سنا به امضای رئیس جمهور برسه. این طرح جدا از تحریم هایی است که در حال حاضر خزانه داری آمریکا اعمال میکنه. به موجب طرحی که به قانون تبدیل خواهد شد، سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی میشه، که البته این واقعا یک گام بزرگ در تغییر سیاست خارجی آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی به حساب میاد. جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار بسیار دشواری است. سپاه پاسداران تلاش حداقل هفته های اخیرش این است که در صحنه سیاسی ایران کمتر ظاهر بشه، کمتر برخورد تند صورت بگیره. عوامل انتظامی رو دستور میدن که با مردم برخوردشون کمتر باشه. نگرانی از یک برخورد تند دارن، از روشن شدن یک شعله بعد از استفاده از یک جرقه دارن. حتی امروز شنیدم مثلا در تهران گفتن که با بی‌حجاب‌ها دیگه برخوردی نمی‌کنن. البته توجیه و توضیح هم توجیه کردن، حرف خودشون و عمل خودشون و تصمیم خودشون رو و حرف خودشون هم توضیح دادن که به چه علت هست. اونها رو ما شروع می‌کنیم به تبیین کردن. یا این پرسش از واقعا احمدی نژاد که این همه پرده دری میکنه و با این تندی در مقابل خانواده لاریجانی میسته، به صادق لاریجانی مستقیم حمله میکنه و اون رو فاسدترین سازمان قوه سگانه معرفی میکنه. آیا نمیدونه که رئیس این قوه رو علی خامنه ای به کار گمارده؟ آیا نمیدونه که عوامل فساد در دستگاه های اجرایی که مورد محاکمه قرار میگیرن تعداد زیادشون مثل آقای حقانی زیر دست ها و معاون ها و مباشر های آقای خامنه ای هستن؟ چرا واقعا احمدی نژاد رو نمیگیرن؟ آیا نمیتونن؟ به راحتی میتونن، ولی آماده پرداختن هزینه های اون نیستن. واقعا از عواقب اون نگرانن. حکومت در یک شرایط عمیق ترس قرار گرفته. ما درست از ترس جامعه صحبت میکنیم، ترس از فقر، ترس از بیماری، ترس از نداری، حالا ترس از زلزله، ولی ترس های حکومت از ترس های مردم کمتر نیست. و اینی که وضعیت امروز ایران رو یک وضعیت واقعا اضطراری کرده. تا به حال آقای میبودی صحبت از من پاسخم به پرسش این بیننده طولانی بود، ولی اجازه بدید به این واقعیت اشاره بکنیم که اختلافات در درون جمهوری اسلامی حتی از زمان خمینی بوده. تا زمانی که خمینی بود به این علت که او فاصلش با نفرات بعدی بسیار زیاد بود، این اختلافات رو زیر عبای خودش میگرفت و خاموش میکرد. ولی از زمانی که خمینی مرد، آدمهایی که حکومت رو به دست گرفتن هم قواره و هم عرضه هم شدن، مدعی هم شدن. رفسنجانی اصلا خودش رو کمتر از علی خامنه ای نمیدید و شاید خودش رو بالاتر میدید. بنابراین اگر اختلافی در رأی بین علی خامنه ای و رفسنجانی میبینیم، اختلاف در عقیده رو پشت خودش داره و این اختلافات امروز در حد رؤسای ادارات هم وجود داره و اختلافاتی است که تا ریشه جمهوری اسلامی رو، ساختار اداری اون رو از بین برده. اختلافاتی است که حتی بین سپاه و آخوندها وجود داره و این ترسی که وجود داره، ترس از سازمان‌های امنیتی است که مثل سرطان در تمام این بدن ریشه کردن. هر سازمان دولتی برای خودش یک سازمان حفاظت اطلاعات درست کرده. تنها قوه قضاییه نیست، تنها وزارت کشور نیست، تنها وزارت اطلاعات نیست. هر کجا که میری شما این اختاپوس های اطلاعاتی رو میبینید که در درجه اول نیتشون حفظ منافع سازمانی است که اونها رو ایجاد کرده و رقابت با سازمان بعدی. این ترس وجود داره، این اختلاف وجود داره و اگر تهدیداتی که آمریکا میکنه، ترامپ میکنه، تدریجا عملی بشه، که این یکی از دلایل ترس جمهوری اسلامی، یقینا اثر وضعیش به حاکمیت جمهوری اسلامی بیشتر از گذشته خواهد شد. تشکر می کنم. میریم رو خط شماره 3. بفرمایید. درود بر شما.
درود بر شما جناب آقای میبودی. بر بفرمایید. جناب استاد تقی‌زاده. ابتدا یک گله بکنم. ببینید ما شماره رو که با بدبختی میگیریم تلویزیون پارک. The person you are looking for is another line. What that mean? این چیه؟ این یعنی چی؟ اجازه بدید من سوالم از آقای تقی‌زاده بکنم. بذار من یه لحظه توضیح بدم خدمتتون. ببخشید. حضرت کس کنه من بررسی کردم که چرا میره روی انسرینگ توی دستگاه پیامگیری. دلیلش اینه که وقتی تمام خطوط پر میشه ما دیگه خط بازی نداریم. حالا اگه شما شماره ما رو بگیرید شما منتقل میشید روی دستگاه پیامگیر که خبردار میشید تمام بهتره جناب آقای میبودی چه... آدم فکر میکنه گرفت ولی این... با شما موافقم که اگر اشغال باشه بهتره تا بره روی دستگاه پیامگیر. امیدوارم که این کارو طبیعیه اون ولی این یه چیزی میره تو اعصاب. نه حق دارید حق. خب بفهم داره سوالتون رو بفهم. خب جناب تقی‌زاده ببینید این آقای ترامپ به ده ها دلیل در شرایط فعلی خطش با ما یکیه توی جبهه هست هر چی هست به هر دلیلی ولی ما باید از این شرایط استفاده بکنیم یا نه. من نمیگم این دلسوز ما نباید هم باشه ما احتیاجی هم به دلسوز نداریم. یه ملتیم به سابقه تاریخ دانا هم زیاد داریم کارشناس هم زیاد داریم. دو اینکه شرایط عینی همه چیز نشون میده این رژیم در همه جوانب در حال سقوطه. آیا وقت اون نیست که اپوزیسیون تمام جناها دست اتحاد بدن و یک حرکتی بکنن یه شورای تشکیل بدن و بذارن وقت بعد از سقوط جمهوری اسلامی رأی و مردم بدن که چه کسی رو میخوان؟ تشکرگزارتونم. ممنون. دو تقضیه بفرمایید. دو دقیقه بفرمایید. این رژیم آقای میبودی در حال سقوط نیست، در حال فروپاشی. فروپاشی عارضه جدی‌تری است. وقتی که فروپاشی صورت میگیره مثل اتحاد جماهیر شوروی سابق قدرت ممکنه توی خیابون بیفته ولی آیا انسان مسئول یا گروه مسئولی هست که این قدرت رو از زمین برداره و به دست صالحی بسپاره؟ در اون موردی که تردید وجود داره. البته اگر قدرت خارجی کمک بکنه برای انتقال این وضعیت که هم منافع اونها در بین هست و هم منافع مردم ایران کار بدی نیست. بستگی داره شما به کدوم طرز تفکر تکیه دارید. آیا یک سیاست مکیولیستی رو انتخاب میکنید که وسیله هدف رو توجیه میکنه به خاطر هدف میشه هر وسیله رو استخدام کرد و تا به اونجا رسید؟ این ممکنه ادعی بهش باور بکنن ولی واقعیت دیگه این است که همونطور که شما اشاره کردید مردم ایران همه امکانات موجود رو برای انتقال قدرت از این حاکمیت به خودشون دارن و همه بضاعت برای اداره این مملکت رو دارن. اگر شما به سراغ آمریکا و ترکیه و عربستان رفتید درسته که اونها هم مسائل و منافع اینجا دارن و میخوان این منافع تامین بشه. از شما هم شاید انتظاراتی دارن. حالا باید توجیه بشه آیا برآوردن این انتظارات ارزش رفتن به سمت این عوامل قدرت رو داره؟ اگر این انتظارات شخصی نباشه من تصور میکنم میشه راجبش فکر کرد، میشه راجب اون اندیشید ولی به هر حال آخر خط این است که مردم ایران همه ابزار قدرت رو دارن برای اینکه این حکومت رو ساقط بکنن، قدرت رو به درستی از زمین بردارن و اون رو اداره بکنن و همه این عوامل در داخل کشور وجود داره و امروز میبینیم که حکومت در چه درجه ای از همپاشیدگی و ضعفه. اگر این مردم همین تظاهرات پراکنده رو ادامه بدن، حتی اعلام میکنن میرن به خیابان به میدان صادقیه، میرن به خیابان طالاقانی، میرن به خیابان هرچه و تظاهرات میکنن و پیشتر از اونها چنان که در خیابان شاهرضای سابق عده زیادی هفته پیش جمع شدن و پیش از جمع شدن اونها تعداد زیادی از ماموران اطلاعاتی و گروه ضربت سپاه جمع شده بود، همین تجمع رو در جاهای مختلف انجام بدید و نیازی نیست شعار بخورید، نیازی نیست که تظاهرات تند انجام بدید و منظم باشه. همونطور که شما میرید به این گله و اون گله حکومت رو، عوامل اطلاعاتی رو، عوامل نظامی رو به دنبال خودتون میکشید و اونها رو خسته میکنید. این یک جنگ فرسایشی است، جنگ فرسایشی که امروز در رسانه ها هم ادامه داره. تشکر. درود. ببخشید یه توضیح درباره این فروپاشی که اشاره کردم به نظرم خیلی مهمه. اشاره آقای دکتر تقی‌زاده، فروپاشی مثل زلزله است. یک ناگهان مردمان میرن زیر آوار، یه جور نقل انتقال قدرت صورت میگیره. اتحاد جماهیر شوروی یه حکومتی با
رفت، حکومت جاش رو گرفت، نقل و انتقالات تقریبا به طور مسالمت‌آمیز صورت گرفت. در آلمان شرقی نقل و انتقال خیلی دیگه بهتر از این نمیشد، دیوار برلین فرو ریخت، نقل و انتقال صورت گرفت. یک نظامی در موزه جا گرفت، کسی نداره کسی رو بکشه اعدام بکن، یه نظامی رفت توی موزه و نظام جدیدی جاش رو گرفت و این دو آلمان یکی شدن. یه موقع از فروپاشی اینطور که آقای دکتر تقی‌زاده گفت، مثل لیبی، لیبی دچار فروپاشی شد، برای همین امروز به عصر بردهداری برگشته. 42 قبیله دارن در این مملکت الان حکومت میکنن و علیه هم میجنگن و بسیار نیروهای خارجی که اونجا رفتن و امروز دار و دسته های تروریستی تشکیل دادن. خب میریم روی خطوط تلفن خط شما. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما آقای مهبودی، خسون افضلی و دکتر تقی‌زاده عزیز. قربان شما، بفهم در خدمتتونی. من میخواستم از آقای دکتر تقی‌زاده بپرسم که اگر در گلاسکو از چراغ قرمز چند و پلیس ببیننشون که از قرمز داشتن جریمه شون میکنن، ولی ایشون اگه فردا هم برن باز جریمه میشن، 10 دفعه دیگه هم برن جریمه میشن. یعنی نمیتونم بگم شما منو دیروز جریمه کردید. من دو هفته پیش مسئله رو مطرح کردم، شما بعد از اینکه آقای مهبودی قطع کردیم و من گفتین این دهمین بار بود که تکرار کردیم، ولی تا زمانی که از جانب شما هم اون اشتباه تکرار بشه من میتونم اعتقاد به شما بکنم. و اون اینی که امروز آقای تقی‌زاده این تابو رو شکستن و چند تا اسم بردن که اینها دارن به اصطلاح جمهوری اسلامی کمک میکنن با به اسم اپوزیسیون، و یه سری دیگه هم هستن که اینا هم دارن همین کارو میکنن. کسایی که هنوز نفهمیدن که محمد رضا شاه واقعا به اون مملکت خدمت میکرد و هنوز از اون بد میگم، مثل آقای دکتر سازگارا، لاهیجی و نور علا و فلان، باید اونا رو هم اسمشون رو ببرین بگین، و یا حداقل اگه اسمشون رو نمیبرین باهاشون دیگه مصاحبه نکنین تو تلویزیون، بذارین جوونا بیان. شما بهترین کاری که کردین آقای دکتر نریمان، آقای نریمان رو آوردین جدیدا، و یا آقای دکتر تقی‌زاده که از گفتن منم پیر هستم از اون اصلم، ولی آقای دکتر تقی‌زاده واقعیت ها رو میگن، اون موقع مخالف نبودن با رژیم اون زمان و امروز هم هنوز دارن به دیگران درس میدن که شماهایی که به عنوان روشنفکر خیانت کردی به عمر امریکت دست برداره. میخواستم از آقای تقی‌زاده واقعا نظرش رو راجع به مسئله بدونم. متشکرم از تلویزیون. دکتر تقی‌زاده بفرم. شاید اگر وادار نمی شدم اسامی رو نمی گفتم. من منظورم این دانه ریس هایی بود که نه تنها حالا حکومت جمهوری اسلامی اونها رو تغذیه میکنه و هدایت میکنه، بلکه گفتم بعضی از اونها شاید عملا به تقابل با جمهوری اسلامی هم برخواستن، چون کمکی از سازمان های اطلاعاتی کشورهای همسایه مثل ترکیه و عربستان سعودی و به میزان خیلی کمتری اسرائیلی ها میگیرن، و اینها عوامل جمهوری اسلامی گرم روزی بودن امروز نیستن. البته هنوز جمهوری اسلامی عواملی داره، هنوز آدمکایی مثل نمیدونم مهدی فخرآور، خانم آقای عارف، نمیدونم آقای جلالی، اینها وجود دارن و اینهاست که خود مردم باید با درایت اونها رو شناسایی بکنن. البته چطور به رسانه ها راه پیدا میکنن من واقعا خیلی زیر این ماجرا رو نمیدونم. شاید یکی از دلایل این است که مهره‌های درشت‌تر مقداری جنت مکانن و خودشون رو داخل مسائل روز ایران نمی‌کنن، کوچکا فرصت می‌گیرن. یه دلیل دیگه این است که شاید سراغ کسانی میرن که قابل خریدنن، میدونن اگر سراغ حسن و حسین برن به اونها نمیتونن نفوذ بکنن، اونها رو دعوت به همکاری نمیتونن بکنن، میرن سراغ یک آدمای کوچکتری مثل امید دانا، نمیدونم همین بچه‌ای که تو خیابون‌ها میدویده، یا روح الله زم، و با اندکی پول هم میتونن اینها رو راضی بکنن، و چون رسانه ها میتونن از یک آدمک آدم بسازن به ظاهر، خب اینها رو بزرگ میکنن و هم اینها رو خرج میکنن. به این علت واقعا نمیشه خیلی تشخیص درست داشت که کدومی که از این آدم ها چهره واقعی داره، کدومی که از این آنها چهره ساختگی داره. ولی نیاز جامعه ما این است آقای مهبودی که درک درستی از این آدم ها پیدا بکنه، و مسئولیت آدم های مسئول ما این است که یک قدم بیشتر از حدود شخصی بردارن و یک کار جمعی بکنن. باشه، بریم رو خط شماره 4. خط شماره 3 بفرمایید. تلویزیون پارس بفرمایید. قربان،
آقای میبودی جونم بفرمایید. درود به شما و آقای دقیزاده. حتی خدمت که من مدت ها بود که حتی باید تماس بگرم و این مسئله که الان دوستمون پای تلفن گفتم میخواستم باید در میون بذارم. این مسئله که میخوام بگم آقای دقیزاده کاملا درک میکنن. آقای میبودی کسی که در این کشور انگلستان کسی که یک جرم کرده باشه جرم بد به هیچ عنوان دیگه به اون حق نمیگن میکشنش، به هیچ عنوان دیگه به اون حق نمیگن که تو جامعه تصمیم بگیره. این آقایی که الان گفتن اسم ببرین، همین آقای سازگار آقای نوری علا اینا، اینا وقتی که سگه صدمه بزرگی به مملکت زدن چرا به اینا میکروفون میدین که اینا بیان واسه ملت ایران نسخه بگیم پیشن؟ سوال من اینه آقای نوری علاوه امثالیشون چرا باید بیان پشت تلویزیون رسانه ها بشینن نظریه بدن؟ این همه آدم های ما ایرانی های فرهیخته تو امریکا سراسر اروپا داریم، فقط اینا هست، فقط اینا باید بیان تصمیم بگیرن نظریه بدن. خیلی ممنون ازتون. تشکر. خب حضورت شکر. بریم رو خط دیگری. درود بر شما آقای میبودی. درود بر شما. بفرمایید. ببینید راجع به این سخنرانی امروز این وزیر مطلقه وقی، چیزی که امروز خامنه ای دستش گذاشته بود در واقع، ببینید تا حالا همه شکستهایی که توی دورانهای مختلف ریاست جمهوری در ایران اتفاق می افتاد قرار این بود که همیشه یه رده پایین تر از ولی وقیه قربانی بشن و مثلا دولت های مختلف زیر سوال بدن و اونا بار شکست رو به دوش بکشن. الان بعد از این که از راه اقسام به اصطلاح سیاست های جمهوری اسلامی به بنبست خورده، حالا داخلی منطقه ای و مخصوصا بعد از اینکه رفسنجانی هم توی همین بازی ها تصمیم به کشتنشون گرفتن، اونم توسط خود ولی مطلقه وقیه، داستان این بود که اینا هیچ چند ترکسی پیش بینی میکرد که خانم هیلاری کلینتون شکست بخوره آقای ترامپ بیاد. علی خامنه ای در دستگاه وقتی با این مسئله روبرو شدن چیزی کمتر از شاید 10 روز قبل از ریاست جمهوری ترامپ با همه حساب کتابایی که کردن، همون جوری که منتظری رو حذف کردن یا احمد خمینی رو کشتن، این موقع اون موقع نوبت به رفسنجانی رسید. بخشی هم که الان می‌بینید مثلا امثال احمدی نژاد روشون باز شده به دلیل اینکه وقتی می‌بینن که تو روز روشنی که مثلا رفسنجانی رو می‌کشن، مثلا آقای دکتر خزعلی اومد مثلا یک دو هفته بعدش اشاره کرد و قرار ما رو هم بکشین، پس بهتره لاقل حرفمون رو بزنیم دلمون نسوزه یا حداقل بخشی از آبرومون رو حفظ کرده باشن. این رو در نظر داشته باشید. در واقع احمد نژاد اگه میاد اینجوری میگه به دلیل اینکه همه رژیم میخوان همه کاسه کوزه ها رو سر اونا بشکنن، اونا رو محاکمه کنن، حتی مسئله زلزله هم که اومد میخواستن مسکنه و کلا سر احمد نژاد سرشکن بکنن. رژیم هم به جای رسیده که یک کم مثل احمد نژاد یا بقیه زیر این بازی ننگاور به این صورت نمیخوان برن و حالا اومدن به اصطلاح ابراز وجود میکنن. خامنه ای هم که دیگه خیلی ببخشید پشم تیلهی به لحاظ سیاسی برش نمونده، اومده این آقا نه باید همون روال سابق باشه. تشکر میکنم. ممنون آقای دوشت بفرم. بذارید آقای میبودی گفته ای رو که دو بیننده قبلی مطرح کردن تلفیق بکنیم با گفته اخیری که بیننده اخیر گفتن در مورد این که توی این برنامه ها، البته تو برنامه‌ای که من و شما داریم، خب من و شما هستیم، کسی دیگری نیست، ولی قرار نیست که زبان بران باشه. ولی اگر در برنامه های دیگری در طول هفته کسان دیگری میان که از دید گروهی از مردم ایران، گروهی از بیننده های شما مورد تردیدن، خب این رو به نوعی شاید میشه به عنوان یک رفتار دموکراتیک توجیه کرد. ولی مسئله من با چنین آدم ها این است که آیا واقعا در این بازگشت از گذشته آدم هایی که مطرح میشن دارای صداقت کاملن؟ آیا اون چی که امروز میگن واقعیت فکری اونهاست و آیا متنبهن، آمدن عذرخواهی بکنن بابت اون چی که اشتباه گذشته بوده یا نه؟ ولی دقیقا این رو باید پذیرفت که ادهی واقعا ممکن است که تغییر کرده باشن. خیلی سخت شما یک تودهی رو از افکار دوران جوانیش و آموزش هایی که دیده دور بکنید، این توی مغزش حک شده. ولی با این حال هستن کسانی که به صورت واقعی از گذشته خودشون
جدا شدن. اگر اثبات عبور از گذشته وجود داره باید اونا رو پذیرفت، و بعضی هم هستن که متحول شدن. چنین برخوردی رو جمهوری اسلامی هم امروز در درون کشور داره. مثلا رفسنجانی به حال در برهه ام الفساد حکومت بوده، ولی در دوره‌ای، حالا این درک شخصی، رسیدن به واقعیت، نفوذ اطرافیان، نفوذ دختر یا هر عامل دیگه‌ای، عوامل محیطی است، تحول درونی است، رسیده به این نتیجه که اون چه که کرده باطل بوده و حالا باید در مقابل اسطوره‌هایی که هست ایستاد، باید در مقابل برج‌های خیانتی که ملت رو به فقر و فساد کشیدن ایستاد. و این ایستادگیش رو حتی اگر واقعی هم نیست میشه به نوعی به فال نیک گرفت یا میشه از اون استفاده کرد. بنابراین هم با این نگاه، هم با این نگاه که نباید انتظار داشته باشیم همه کسانی که در فردای آزاد ایران هستن باید یک طرز فکر خاص داشته باشن، بنابراین هر کس مثل ما فکر نمی کنه باید کنار گذاشت، این طرز فکر هم باید درش تجدید نظر بکنیم. واقعا به نوعی از تنوع فکری باید باور کرد، ولی با این شرط که این تنوع فکری با صداقت باشه. تشکر میکنم از توضیحاتی که دادید. و اما به همیاران ارجمند منم این توضیح رو بدم، با عنوان یه آدمی که 40-50 سال این کارشه، و اگر ما قرار باشه با نفرت، با احساس انتقامجویی به سراغ تاریخ، بهتری نریم. این سیاست هم سیاست علی مونده حوزشه، اینطوری برخورد نمی کنن. ما اینجا کسی به خاطر خطای راهنمایی روز گذشته جریمه نکردیم که امروز جریمه، یعنی که خطا رو تکرار کرد. دوست عزیزم، نازنینم، این مجموعه انتقالاتی که در دنیا صورت گرفته با کمترین هزینه، تصادفاً توسط کسانی است که به شکلی بریدن، اطلاعاتشون بیشتر از ما بوده، از درون نظام بیشتر از ما خبر دارن. خود من در این گفتگوها بسیار آموختم، بسیار بسیار آموختم. و اگر قرار باشه که ما تقسیم بندی بکنیم، آدمهایی که روزی روزگاری در کنار انقلاب بودن امروز نیستن، امروز در کنار ما هستن، ما اما دائما میخوایم اینا رو هل بدیم به سمت دشمن، نمیخوایم آغوش باز کنیم برای اونها. نه، به عنوان مهرهایی که حق دارن مملکتشون رو دوست داشته باشن، حق دارن تجدید نظر کنن، حق دارن از گذشته خودشون فاصله بگیرن. اگه قرار شما در به روی همه ببندیم، همینه، همین اتفاقی میفته که در کشورهای دیگه هم افتاد. دیدیم که فروپاشیگی میگن خطرناکه، بر همین علته. ولی در تونس این اتفاق نمیفته. توی کشور جهان سوم یه نقل و انتقال عاقلانه صورت میگیره، مذهبیون هم در رأسشن. این جالبه، مذهبیون به نفع چهرهای لایک کنار میرن، با اینکه قدرت در دست اونهاست، بازی رو بردن، ولی میدونن اگر قرار باشه که بیش از حد مقاومت بکنن در برابر نیروهای غیر مذهبی، این فاجعه ایران در تونس هم تکرار میشه. یعنی میخوام بگم که اندکی مسالمت جویی، اندکی مدارا، تحمل، تساهل، این پرونده نفرت و انتقام جویی رو باید ببندیم. اجازه ندیم که ایران به هزینه سنگین تغییرات و تحولات رو بپذیره. ما باید به حداقل هزینه، برایش همینه، راهش اینه که ما یه چتر دموکراسی رو روی سر همه نیروها باز بکنیم، بر پایه قاعده، قاعده تاریخ به ما تحمل کرد، تحمیل کرد، بر اون پایه ایران آینده رو انشالله بسازیم، از این دوره عبور بکنیم. کمک کنید شما داریم. اجازه بدید که بینندگان بیشتری نظرشون. بسیار عالی. درود به شما، بفرمایید. درود بر مریم گرامی، آقای میگودی و استاد تفیصاده. قربان شما، درود بر شما. آقای استاد تغییرزاده، من از شما یک سوالی دارم، و آن اینی که همینجور که مستحضر هستید، خیلی از فرهیختگان ایران برای سمینار یا کارهای دانشگاهی میرن ایران، و اینا رو از اون اول بعضیشون رو میگیرن، نگر میدارن، حالا یکی رو میخوان مثل که اعدام بکنن، اون خانومی که نازنین آزمی خانم رو فعلا نگه داشتن. زاغری، من یه سوالی میخواستم بکنم، نمیشه یه کارزار تبلیغاتی گذاشت
و استادان و فرهیختگانی مثل شما اصلا بیان بگن آقا نرید ایران، نرید، هیچکی نره. همونجور که اون آقای کوکبیلی گرفتن، خب نرید جایی که خطرناکه، نرید. اینا به هر طریق یا میگیرن یا میخوان محافظه کنن یا اینکه نگر میدارن. خب چه اجباریه؟ بعد آقای مهبودی گرامی، من یه سوال خدمت شما داشتم. من مطمئنم که شما هم حتما وقت اون آقایی که اسمشون رو جناب تغییرزاده آوردن میدید که اونا هم اگه خواستن صحبتی بکنن حتماً. درسته؟ بله حتما. و یه پرسه یه نکته دیگه هم در کمانک میخواستم بذارم، و اون اینه که آقای روح الله اعظم همون کسی بودن که اون 63 حساب آقای صادق لاجنی رو افشا کردن و همچنین جاسوس بودن دخترشون. میگه ای به می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. خدا نگهدار شما عزیز. تشکر میکنم، ممنون. البته بعد هم گفته شد که حضورت که دستگاه اطلاعات دولت این مجموع آگاهی ها رو انتقال داده به خارج از کشور. یکی در مورد خانم لاریجانی، یکی در مورد اون پرونده 63 حساب شخصی آقای لاریجانی. بفرمایید آقای. در مورد این که واقعا میشه توصیه کرد به ایرانیان دانش آموخته که به ایران نرن، عده‌ای دلشون میخواد برن و عده‌ای دلشون میخواد خیشان خودشون رو ببینن. ظاهراً بهانه رفتن خانم زاغری به تهران دیدار از مادرش بوده و اینکه فکر میکرده مشکلی برای او شاید پیش نمیاد یا چنین جنبندی داشته. خیلی از کشورها هستن که به اتباع خودشون توصیه میکنن مثلا به سومالی نرید، به سودان نرید، وضعیت امنی نیست. این چنین توصیه‌ای رو به دو ملیتی ها نمیشه کرد و اکثر کسایی که به دام میفتن دو ملیتی هستن، ولی بعضی از این دو ملیتی ها یک دوم ارتباطاتی اونجا دارن. همین آقای جلالی که الان در زندان به سر میبره، تعداد زیادی از اندیشمندان دنیا برای اعتراض به حکم اعدام او مبادرت به صدور بیانیه کردن و حق هم دارن و قطعا اگر حتی خطایی کرده، خطای او قابل مجازات به این شدت نیست. من با اصل مجازات اعدام مخالفم. مجازات برای اون چی که اتهام جاسوسی است که به اون نسبت داده شده به این ترتیب واقعا فوق‌العاده غیر انسانی است. ولی خود این آدم هم یک ارتباطاتی با جمهوری اسلامی داشته و اون چی که در اعترافاتش مثلا گفته که یقینا اعترافات تحمیلی هست، درش بخشی از واقعیات هم هست و اینها رو هم باید پذیرفت. کسی که چی میگید آقای مهبودی میخوره باید پای لرز بنشینه؟ خربوزه. اگر اصفهان باشه و شیرین نوع بسیار خوبشه. نمیدونم واقعا به خاطر یک قاچ خربوزه باید چنین خطرهایی رو ازش استقبال کرد یا نه. این آدم هایی که دانشگاه میرن میگن ما در دو درجه طبابت گرفتیم، در یک درجه فوق طبابت به تخصص دکترا غیرزالد، اینقدر باید در مورد امنیت شخصی خودشون درایت و آگاهی داشته باشن. ولی این یک قضاوت شخصی است و نمیشه واقعا به اونا توصیه خاصی کرد و بعضی از اونها هم کار خاصی دارن، به علت خاصی به ایران برمیگردن و این علت شاید توجیه میکنه تشکر. قبول خطر رو یا چیزی که فکر میکنن اصلا خطر هست. آخرین شب حیات آقا محمد خان قاجار خربوزه رو میگذاریم، میگه صبح میخورم، غلاما میخورن، دوتا از غلاماش صبح دستو میده که هر دو رو بکشن، سر هر دو اصلا جدا. خب بریم رو خط دیگری. ببخشید اونایی که روی خطوط بودن واقعا صمیمانه عذرخواهی میکنم وقتی جولانی میشه. آقای دکتر تغییرزاده عزیز، من حرفم اینه که در به روی هیچ نیروی نباید بسته بمونه، همه نیروها باید بتونن از صحنه باشن، حق دارن راجع به میهن و امریکا خودشون فکر کنن، اندیشه کنن، چاره جویی کنن، نظر بدن و در کنار بقیه بایستن. کسی نباید پشت در نگه داشت. متاسفانه ما هنوز داریم چی میکنیم؟ هنوز داریم خودی و ناخودی میکنیم، کاری که جمهوری اسلامی هم داره میکنه، فرقی نمیکنه. و جمهوری اسلامی موفق شد شماری از ما رو شبیه خودش بکنه. بزرگترین کاری که باید انجام میدی که نظرم خیلی حائز اهمیت اینه که شبیه جمهوری اسلامی نشیم. بارها شده مثلا آدمایی اومدن که
از خود ایران مدن روی خط. شما در نهایت سیاست بهشون جواب دادید، گرچه هم شما هم من از جنس کلام، از جنس تعبیر تفسیری که اونا کردن متوجه شدیم که اینا عوامل حکومت هست، ولی ما ترسی نداریم، که ما گوش میکنیم جواب میدیم. آقای تقی‌زاده به حد کافی حجت علمی داره در این زمینه، نگرانی ما نداریم. که خب در چه بنده اصلا حاضر نیستم این توصیه رو بپذیرم که آقا مگه جمهوری اسلامی به شما اجازه میدی که در رسانه‌هاش حرف بزنید؟ پس شما هم نباید اون اجازه. نه، من این کار نمی کنم. من اجازه میدم اون بیاد حرفش رو بزنه، چون من دلم نمیخواد شبیه جمهوری اسلامی بشم، دلم میخواد شبیه همه آدم‌های متمدن امروزی و دموکرات دنیا باشم. نگاه کنید به شهروندان آمریکا چطور زندگی میکنن، چطور نظر این آقای ترامپ گالوب اعلام کرده 39% محبوبیت، نرخ محبوبیت 39%. یعنی چی؟ یعنی 60% این مردم شبانه روز دارن بهش حمله میکنن، یا ولی داریم یاد میگیریم که هیچ اهمیتی نداره. تازه این مملکت مملکت 50-50 است، در نهایت وقتی توازن و تناسب وجود داشته باشه 50-50. یک رئیس جمهور باید منتظر حمله 50% به طور همیشگی علیه خودش باشه، یعنی 50 رو باید دائما نسبت به او ابراز نارضایی بکنن، ولی میکنن، تحمل میکنن، کسی هم کسی رو نمیکشه، دعوام نمیکنه. آیتا بقیزاده دو دقیقه وقت داریم اومد شما بفهم. من توضیح زیادی ندارم آقای مهبودی، موافق هستم که بایستی متنوع فکر کرد، بایستی به مخالف مجال ابراز نظر داد، ولی مخالف اینم که ما نبردبان بالا رفتن کسانی باشیم که با اون چی که میکنند متفاوت فکر میکنند. اگر صداقتی در کار باشه، اگر تنوع واقعی در کار باشه، اگر برخورد با مردم برخورد صادقانه باشه، باید این تنوع فکری رو پذیرفت. ولی بوق تبلیغاتی شدن برای صداهایی که صداهای راستگو نیستن هم به نوعی شاید قابل انتقاده. من این رو حداقل در مورد خودم بهش فکر میکنم، ولی قویاً با شما موافق هستم که باید به افکار مخالف میدان داد، برای اینکه یک جامعه تنها در صورت داشتن تنوع میتونه اساس و پایه پیدا بکنه و با آرامش زندگی بکنه. در غیر این صورت بایستی جدل رو جانشین گفتگو کرد. کاملا با شما بازم موافقم. در موقع تقسیم قدرت هم اون وقت باید ایستاد و آدم از مواضع خودش دفاع بکنه. ما که حالا فعلا به مرحله تقسیم قدرت درستیم، فعلا مرحله چارجویی است و اینکه چه باید کرد که این تحولات یا هر اتفاقی در ایران قرار بیفته که قطعاً خواهد افتاد، یعنی دیگه هیچ تردیدی وجود نداره، چون همه علائم پدید آمده، با کمترین هزینه باشه. خیلی سپاسگزارم، مثل همیشه بسیار آموزنده آقای دکتر تقی‌زاده، ممنون. خربوزه امروز یاد خربوزه افتادی دوباره؟ من رو آقای مهبودی طوری معرفی نکنید که مردم فکر کنن شکمباره هستم. نه، میوه‌های خوب رو دوست دارم، ولی پرخوری رو خیلی. نه شکمبارگی نیست، ویاره دیگه، بعض وقتا مثل زنهای حامله میشه دیگه. امیر جان خیلی تشکر میکنم. سال آینده با آقای میشه، سال آینده دیگه با شما هستیم. آقای تقی‌زاده میشه سال 2018، سال 2018 اولین گفتگو رو با آقای تقی‌زاده خواهیم داشت. آرزو میکنم که یک سال خوب و اثر بخش برای میهن و مملکت و سرزمین ما. والا بعضی چیزا میبینم نگران میشم. تو تقی‌زاده شما گوگل کنی، گوگل کردم شبنم، قرآن's names، نام های قرآنی، تشریف ببرید، نام های قرآن نوشته یک اسم اسلامی است که مسلمان روی بچه هاشون میزن. نوشتم مهناز، نوشته یک اسم اسلامی است که مسلمان ها روی بچه ها. نوشتم اردشیر، باز آمد بابا اردشیر که قبل از اسلام دیگه، بازم یه اسم اسلامی. و اوربان دیکشنری اونم همین توضیحات رو داده. اینا نشانه اینه که حتی دارن تلاش میکنن چیزا رو از ما بگیرن و ما غفلت کردیم. این کارا کار یه دولت و حکومت، متاسفانه دولت که دست ما نیست، اهرمان دست اونهاست. اینا نشانه های خطره، یعنی تلاش برای هویت زدایی، یعنی پاک کردن هویت یک ملت. خدا نگهدار.